این منطقه تقسیم منطقه جالب است و این رستوران ها هم رستوران های جالب هست. جالبیش به خاطر است که بیشتر در این رستوران ها هنرپیشه های نامدار، هنرپیشه هایی که در سریال ها، در فیلم های ترکی نقش بازی میکنن، روزانه بیشتر به میجه میان مثلا محل ملاقات های از این هاست، فیلم بردار ها، دایرکتر ها، پرودوسر ها، بیشتر ملاقات هایشان دید و بازیشان داریم و در همین منطقه که مثلا آشوش شما ببینین خب نشتاکلش به همان ترکیز کمتر انگلیسی استفاده میکنه، در هنمی چارایی و داره میگه من هنرپیشه نامدار افتخار سینمای افغانستان که واقعا خودم به شخصیتش احترام دارم، به هنرش سخت علاقمند است و به دوست بسیار نازنین گورن عزیزه در امینجا پیدا کردم و با شما یک جا میریم به داخل امینجا و صحبتهای خود با گورن عزیز از این رستوران که ما انجام دادیم قبلا آغاز میکنیم و شما هم بیننده و شنونده این برنامه جالب ما باشین. شما وی هم محمد جان گورن با من. بیننده گرامی سلام تقدیم میکنم. قسمی که شما خبر دارین سفر داشتم به ترکیه و در شهر زیبای استانبول. البته قسمی که در یکی از کلیپ ها برای شما گفتم که دو هدف داشتم، یکی هدف از تفریح بود که استراتگی و هدف دومی بود که تداوی رو شروع کنم، ولی در کل من دفعه که یک گمشدی خود بودم و این گمشدی تنها من نیست، گمشدی تقریبا میلیون ها هموطن ما. من وقتی که به ترکیه آمدم یکی از آرزوهای من همین بود که اگر بتانم دوست بسیار دیرین من، افتخار هنر سینمای کشور ما، تشکر، یکی از هنرمندان بسیار ناب ما، هنرمندی که واقعا خوب درخشید و نام جاودانی از خود به یادگار ماند در سینمای افغانستان، بخصوص فیلم جنایتکاران که یکی از شاهکارهای سینمای کشور ما بود. امروز خوشحال هستم که در قسمت از استانبول در گوشی از شهر به نام جهانگیر با آقای محمد جان گورن سر خوردم و دیدار تازه شد، یادهای تقریبا 43-44 سال قبل دوباره زنده شد. ایوالله گفتیم و شنیدیم و یادها را زنده ساختیم و از دوستهای یک رنگ گفتیم، زمانه های خوب گفتیم. ولی خوشحال هستم که با گورن عزیز مهمان خانه های شما سروران گرامی هستیم. شما عزیزانی که دوست دارین وقتاً امسن سالهای ما که خاطرهای دارین از آقای گورن، گورن عزیز برای سلام بازم تقدیم بکنم. سلام خوشحال هستم که شما رو با خود داریم. تشکر بسیار زیاد عفی جان، با شما در هر جای دنیا که هستیم براتون از اینجا سلام و میرسون سیعتمندیتان رو میپنیم با فامیلتان، با هر کاری که میکنیم در کارتان برکت سلامت باشین، زندگی شاد و آرزو دارم که همیشه خوب باشه. تشکر. من بعد از تقریبا 40-45 سال تصادفا به این منطقه دیدم دوست عزیز خودم، بسیار زیاد خوش شدم، یک سورپرایز بسیار خوب بود برای من و من تقریبا از سال 1982 به این طرف در ترکیه زندگی میکنم، در شهر استانبول هستم و مصروف بازیگری هستم به سینمای ترکیه، سریال هایی که به ترکیه هست و بسیار خوشحال هستم. قربانت ولی ما پس از ترکیه بیندای گروهی بر میکردیم به ببخشید بیشتر گفتی گم شده، ما گم نشدیم. ما گم شده بودیم که من میپالیدم. اگر شما یادتون باشه من زنگ زدم برای شما. ایوالله. خدا غریق رحمت کنه فقیر نبی را گفتم گورن خدا ببخشه، گذشتار خدا ببخشه تو یا زنده یاد پوری علی شفق فقیر نبی قادر فرخ عارف دین مامان جان عیدری عیدری بله و خداوند صحت انجینر صاحب لطیفه برای ما خوب کنه ان شاء الله برای صحت میخوایم. من تقریبا یک هفته پیشتر هم روش صحبت کردم، خوب است
امیدوارم خوب بهتر شد. و عصر عزیز مرم خداوند جاودانه حتما داشته باشه که هم شماره تلفن شما رو برای ما داد و من بلا حاجی گل اثر از اینجا سلام میرسونیم برای سلام حاجی. ای والله خب بنده گرامی از استانبول هم میگیم ولی دوست داریم که گورن عزیز شما رو یک برگشت به طب گذشته و مو شهر آرزوهای ما، شهری که عشق ماست، امید ماست، کابل نازنین ما، ما میخواییم از گورن عزیز بشنیم که چی وقت احساس کردن که میتونن با سینما رو بیارن و با هنر آغاز کردن و اولین کار هنریشان چی بود؟ من البته خوب کابل کابل یاد کی میره؟ از هیچ کس نمیره. یک خواندن بسیار قدیمی است، قدیمی بود، میگفت که دلبرکم بیا و کابل بریم، سید گل سوسن و سنبول بریم. بسیار قدیمی است آهنگ. از زلاند است؟ زلاند خواند، از پیش از زلاند، پیش از استاد زلاند، استاد قاسم فکر میکنم. بسیار قدیمی بود، من یادم هیچ نمیره. خب به هر صورتش کابل شهر عشق بود واقعا، شهر ناز ما. کابل هیچ وقت فراموش نمیشه. من در کابل بسیار کم زندگی کردم. مکتب وقتی خلاص کردم در لیسه شیرخان کندوز، آمدم در کابل دو سال چیز خوندم من. زراعت خواندم، کوپراتیف های زراعتی. و بعد از او رفتم در رادیو. تا هنوز تلویزیون نامده بود در رادیو. وقتی تلویزیون آمد یک چیز همه میخوایم هیچ وقت فراموش نکنم. من از اینجا دستای استاد میبوسم که اصل استاد ما در اونجا خدا مغفرتش کنم استاد بیست بود. و در رادیو مدیریت هنر و ادبیات رادیو که من همیشه پیرو عقیده های از او هستم، راه رو از او هستم که امیدوار هستم همیشه خوب باشه، خوب باشه. و بعضی وقتا هم رایش تماس میگیرم. فریده جان انوری، فریده انوری، فریده انوری یک مکتب بود برای ما، یک اکادمی بود. اگر ما امروز، اگر من امروز در ترکیه یک کارهایی میکنم با انرژی که از فرید انوری و دیگه دوستایم که در اونجا بود گرفتیم و تعلیمی که از اونا گرفتیم، من در اینجا او کار خود ادامه میتونم و ادامه خواهد دادم با دزیام همونطور. امیدوار هستم یک روز افغانستان ما و ملک سوخته ما، امید داریم که پس سرحال به در اونجا مردم بتانن همه قسمی که میخواین زندگی بکنن، راحت آزادانه. مخصوصا امروز فشار سر زن افغان و جوانای افغان است که امروز فرار است از اون کشور متاسفانه. خب زیاد طرف سیاست که گپا نمیریم، یکی به نام سوسیالیسم آمد، یکی الله و اکبر بود، یکی گفت ما دموکرات هستم. ولی فقط چی میگن شعارهایشان فرق میکرد ولی طرز العمل همه گیشان یکی بود. امیدوار هستیم که بخیر خوبی بعد از این بهتر شد، بهتر شد و جوانات پس دوباره برگرده در وطن خود و سپورت و هنر، هنر تئاتر، سینما، سینمای واقعا سینمای ملی افغانستان در اونجا دوباره تعداد گذاری شد. و یک قصه های مقبول است که قصه های تلخ و شیرین در طول از این 40 سال، 50 سال که اصلا 100 سال هم او را سرش کار کنی خلاص نمیشه. به هر صورتش من بسیار خوش هستم که اولین کار هنری شما... تان اولین کار هنری ما در چیز بود، مؤسسه آریانا فیلم در اولی انجینیر لطیف به نام مجسمه ها میخندند اولین فیلمش بود. از اسرائیل رویا دیگه کارگردانش زنده یاد خدا مغفرتش کنه توریالای شفق بود. اولین کار ما اونجا شروع شد. دوم یک فیلم دیگه بود به نام غلام عشق، اونم کارگردانش خدا بخشه توریالای شفق بود. و بعد از اولین فیلم رنگی افغانستان خیابون جلالی به کارگردانی عباس شبان که در اونجا در
در اونجا زنده یاد فقید نبی همبازی بودیم بایش و همین قسم باز در تلویزیون نمایشنامه های تلویزیون دوران آموزشی بازیگری در تلویزیون برای رهبری فریده جان انوری که در راس تلویزیون در وقت آقای شادان در عبدالله شادان از اینجا برش سلام میرسنیم سلام و یاد اداره هنر و ادبیات رادیو جمع جوش داشته داره و دوستای یکنگه بود و برمیگردیم به این که کمی در رابطه به فیلمی که واقعا جاودانه شد و در مردم افغانستان واقعا مشتاقانه علاقمند هنرمند به نام محمد جان گورن عزیزی ما شدن که فیلم جنایتکاران بود از در این فیلم تو من میخواییم کمی برای تشکر ما در اونجا فقط کار ما انجام دادیم فیلم یک فیلم تقریبا چی بگویم منظور ما این بود که ما فیلم ملی خود داشته باشیم او فیلم شاید یک مقدارش از فیلم از فیلم های هندی گرفته بودن شاید یک مقدارش از فیلم های ایرانی مثلا گرفته بودن در هر صورت کار خوب بود کاش که میمان در ما ادامه میدادیم او کارا را در اونجا من چی گشتم گوران عزیز وقتی که رفتم دوباره به افغانستان به افغان فیلم رفتم به تلویزیون رفتم اینجا صاحب لطیف ها گفتم خدا مغفرت کنه ایدری عزیزه گفتم هر کمشان ها گفتم برای از اینکه یکی از ناترین فیلم های افغانستان تولید افغانستان فیلم جنایتکاران بود ولی فکر میکنم که هیچ کندیش حتی در افغان فیلم اینجا نبود ولی امیدوارستم که کسی پیش کسی بالاخره باشه این فیلم بینه تا نسل جوانی و بینه که هنرمندهای بود تقریبا یک هفته پیشتر در اینجا چیز آمد از کانادا دوست بسیار دیرین ما قادر جان طاهری بله اینجا بود او برای من گفت شاید گفت در یک جایی باشد ولی شاید بازم در آرشیف افغان فیلم شاید باشه و یا شاید پیش پرودوسرش مثلا پیش اولادای از او شاید باشه ولی مشخص نیست آدرس مشخص نداره که کجا هست در هر صورتش ما فعلا نه در استانبول زندگی میکنم در اینجا مصروف بازی در سریال ها و سینمای ترکیه سینمای مشترک ترکیه با کشورهای مختلف از فیلم هایی که بازی کرده این اگر نام بگیرین در خب به سریال هم شما زیاد نقش بازی کردین در فیلم هم بازی کردین در این رابطه میخواییم که برای این دایی کرده ما تقریبا 4-5 سال پیش در ترکیه در استانبول شوت شد یک فیلم ساخت بن افلک به نام آرگو در اونجا یک نقش کوتاه داشتم تو فیلم جایزه اسکار گرفت نمیفهم چرا جایزه اسکار گرفت ما اون نوجا فیلم دیدیم ولی دیگه با سینمای ایران اساسا چیز هستم چی میگن کتشان کار میکنم و آخرین فیلمی که بازی کردم در فنلاند در هلسینکی با یکی از هنرپیشه‌های بسیار مشهور ایران به نام شهاب حسینی قصه کوچ انسان ها بود حالا خب تقریبا 40-50 سال است دیگه موضوع نیست یک موضوع کوچ انسان هاست از یک جای به جای دیگر و دیگه با برش عمر دراز و طولانی میخواییم با جناب آقای بهروز وثوقی بهمن قبادی یک فیلم ساخت به نام فصل گرگدن که در اون فیلم مونیکا بلوشی بازی کرد در اونجا هم نقش بسیار کم داشتم ولی متاسفانه او صحنه که با بهروز جناب بهروز وثوقی داشتم او را کارگردان نمیفهم دلیلش چی بود قطع کرده بود از خود فیلم بله بله وقت پرسان کردم چرا این را قطع کردی گفت که ما اونمو صحنه سازی را در مابین یک مسجد فیلم برداری شده بود او را ما نتونستیم مثل مسجدهای ایران بسازیم و به خاطر همو خب البته چی میگم قبول نشد دیگه قطع کردم و من بسیار زیاد چیز شدم جگر خون شدم برزی که وقتی که فیلم های بهروز در افغانستان می آمد ما همیشه او را می رفتیم دو سه بار می دیدیم و بهروز و سوکی واقعا یک الگوز در سینمای شرق مخصوصا سینمای ایران دیگه همین گپا خود خوب
خوب نگاه کنه، خوب زندگی کنه. تشکر از شما. خوب باشه. در سریال وادی گلخار هم هموطنان ما تماشا کرد. آه دیدن هموطنان ما در وادی گلخار تماشا کرد. ما هم بعدا میتیم که سریال خیلی به تلویزیون امید 24 برای شما بینده گرامی. آه در اونجا نقش یک نقش عجیب و غریب بگویم. یک کسی که به اصطلاح مواد مخدر رو دیگه خواهد دیگه بود. وقتی که فیلم ببینیم در اونجا میبینیم که نقش ما چی بود. این دنیای سینما بود. از زندگی هجرت بگیم گران گرامی وقتی که آمدیم به اینجا از کجا شروع کردیم؟ من وقتی که از کابل بر آمدم قربان شما، از کابل که بر آمدم تقریبا 6 شب ما از طرف شب یادگردی کردیم. آمدیم که شب در پشاور بودم تقریبا 7 ماه در پاکستان زندگی کردم. بعد از اون دیگه قسمت همین بودن که من خودم تصمیم گرفتم که در ترکیه باید زندگی بکنم. به خاطر چی ترکیه؟ به خاطر از اینکه مولانا در ترکیه هست و ما فرهنگ مشترک داریم، فرهنگ مشترک تاریخی داریم، تاریخ هزار ساله داریم با ترک‌ها. در اینجا من هیچ وقت خود بیگانه حس نمی کنم و دوست دارم. دومین کشور است که من اختیار کردم، انتخاب کردم. من دوست دارم و اول خود یگانه هدف من می بود که ترکیه یک مرد بزرگ داره، یک مرد بزرگ داره، مصطفی کمال آتاتورک، بانی جمهوریت نو ترکیه. مصطفی کمال آتاتورک دوست بسیار صمیمیه که برادر خطاب میکرد با غازی امان الله خان. وقتی در ترکیه آزادی زن وجود نداشت، زن افغان آزاد بود و مصطفی کمال آتاتورک زن افغانه، خانم غازی امان الله خانه بر زن ترک نمونه قرار داد، الگو قرار داد. گفت که بادری ما و شما شانه به شانه هم طرف بازسازی دموکراسی در کشور خود پیش میریم. به اون خاطر من ترکیه را دوست دارم و همون خاطر زندگی میکنم. دیگه یک بچه ایم از فاروق در یک شهر دیگه زندگی میکنه، دخترم در جرمنی زندگی میکنه، 4 تا نواسه دارم. قربان از اینا شو. خدا خوب نگاه کنین. تشکر. بس است دیگه. باشه گران عزیز که آغاز کرد بینده گرامی. یک چیز من بعد از چند سال دوستی و آشنایی بالاخره من یک چیز دیگر کشف کردم که اون برای من بسیار جالب بود. بینده گرامی گران عزیز گفتن که لیسه شیرخان کندوز کار شده. من خب ببخشی در میمنه تولد شدم، ابتدایه را در میمنه خواندم، آمدم در کندوز متوسطه و لیسه را در کندوز خواندم. در لیسه شیرخان در میمنه در لیسه ابوبید جوزجانی خواندم. لیسه ابوبید جوزجانی یکی از لیسه های زبده افغانستان، ابوبید جوزجانی، شهر سیف الملوک، شهر ظهیر فاریابی، در تگابشیرین میمنه. قبرش هنوز هم اگر چپه نکده باشن خراب نشده باشه، در اونجا یک نوشته داشت، میگفت که دیوان ظهیر فاریابی در مکه بدوست اگر بیابی. و بنده گرامی داستان زندگی من هم بسیار جنجالی است، ولی عاقبت صنف 12 من هم از لیسه شیرخان کندوز فارغ شدم. پس دو تا فارغ التحصیل لیسه شیرخان کندوز کنار هم نشسته. یاد کندوز بخیر. و این بسیار معذرت میخوایم مخصوصا این وقوع و این فاجعه که در آخرین وقت در سر مردم کندوز آمد و ما را هم زخمی ساختن، روح ما را. بله. دعا رسیم که این روزهای طرف سر مردم افغانستان. گران حریر بسیار مختصر چی پیامی داری برای سینماگرار جوان ما؟ بیشتر یک اشاره کردیم که در این 40 سال ما داستانهای تلخ و شیرین و قصه های فراوان در وطن داریم. امیدوار هستم بچه ها و جوان ها بخوانن. یگانه وسیله که انسان ها را با هم نزدیک میکنه سینماست، هنر سینماست. انشالله جوانای با استعداد پیدا میشه و در این راه اینا پیش میرن و دنیا را با خبر میسازن از مردم. تا
یگانه وسیله رسیدن به هم فقط و سینماست. سینماست. زنده باد سینما. زنده باد. بیدای گرامی، در سرکهای استانبول ما پیدا کردیم دوست نازنین ما، افتخار سینمای کشور ما، هنرمندی که در بیرون مرزی در سطح بین المللی در فیلم ها نقش بازی کردن، گوران حزیز. و همین صحبت مختصر امیدوارستم برای شما دنیای از خاطره بوده باشه. هر صحبت کردن، هر فیلم را که گرفتن با شما، یک خاطره ایز بود که برای هر کدام شما زنده شد. ممنون استم گوران عزیز. تشکر. از اینکه صحبت کردین. تشکر نوید نازنین از اینکه فیلم برداری کردین. ایوالا نوید جان، تشکر از خود. تا برنامه های بعدی بیندای گرامی، الله پاک حافظ شما باد.